جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نخستین اظهارات علنیش درباره افغانستان در کنفرانس مجازی مونیخ گفت که حکومت تحت رهبری وی از روند دیپلماتیکی که در افغانستان جریان دارد و ختم جنگ حدودی 20 ساله در آن کشور قویا حمایت می کند. ما متعهد باقی میمانیم تا اطمینان حاصل کنیم که افغانستان هیچگاه بار دیگر یک زمینه را برای حملات تروریستی علیه منافع ایالات متحده و متحدین ما فراهم نمی کند. اما مشاور شورای امنیت ملی افغانستان پس از این سخنان آقای بایدن از افزایش حمله های گروه طالبان انتقاد می کند و می گوید که رهبری طالبان طرفدار ادامه جنگ هستند. طالبان و رهبری نغواری که به افغانستان که سوله وشی، د طالبانو هغه رهبری چې په قطر کې ناسته ده د خپل فامیلونو سره ډیر آرام او هوسا ژوند لري او نه غواړي چې دغه ژوند د لاسه ورکړي. یو دوی په اول په سوله کې هیڅ علاقه مندي نه لري او د دوی او د هغه رهبرانو ترمنځ چې په کوټه او په کراچۍ کې یا په پېښور کې ناستي د هغوی سره اختلاف او د نظر هم شته دی. با این حال وزیر دفاع تازه ایالات متحده آمریکا نیز در یک نشست خبری گفت که خشونت ها باید هر چه زودتر در افغانستان کاهش یابند و همه طرف ها ادامه گفتگوهای صلح را انتخاب کنند. ما متعهد به پایان مسئولانه و پایدار این جنگ می باشیم و می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که این درگیری های دراز مدت به گونه واقعی و پایدار پایان یابد. برخی از کارشناسان به این باور هستند که آقای بایدن انتظار دارد که گفتگوهای صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در قطر نتیجه بخش باشد. بایدن توقع دارد که پروسه صلح دوحه تکمیل شود و یک نتیجه بتواند در زودترین فرصت از افغانستان اساکیر خود بیرون کنه. بایدن تصمیم دارد که در مارچ با ناتو یک جای تصمیم نهایی خود رسما اعلان بکنه. با این همه ایالات متحده آمریکا در حال حاضر توافقنامه این کشور با گروه طالبان را به بررسی گرفته است. لوید آستن وزیر دفاع این کشور نیز گفت که واشنگتن به گونه مرتب و حساب شده گام های بعدی خود را در افغانستان ارزیابی می کند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.